بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد یک موضوع مهم و اساسی که کلی ما شما در یک چند روز مسلمانان موحدین در افغانستان و در جاهای مختلفی به غم و اندوهی ترور شدن و قتل علما غمگین شدن. اول خو ایست که یکی از علائم قیامت ایست که در آخر زمان مسئله فتنه ها زیاد میشه، عموما قتل و کشتارها زیاد میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک حدیث صحیح که حدیث بخاری و مسلم است، ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه، میفرماید که یقبض العلم، علم در آخر زمان یکی از علائمش است که علم برداشته میشه. و یظهر الجهل والفتن و یکثر الهرج، قیل یا رسول الله و ما الهرج؟ فأشار بيده هكذا كأنه يريد القتل. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودن که در آخر زمان علم برداشته میشه، جهل و فتنه ای چیزا بروز میکنه و هرج زیاد میشه. پرسیدن که هر چیز ای رسول الله، با دستشان به طرف گردن تو اشاره کردن، مطلبشان نیست که یعنی قتل زیاد میشه. قتل و کشتار یکی از علائم قیامت است و ما و شما به چشم سر میبینیم. قتل و کشتار عموما، خاصتا باز قتل و ترور علما، از بین رفتن علما، رفتن اینها در حقیقت برداشتن علم است که علم از میان برداشته میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک حدیث میفرماید که ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. الله میگه تو نیست که علم به شکل بگیره که به یک بارگی از دل مردم محو کنه، خلاص نه، تو نیست، علما را میگیره. حالا او شیخ سردار ولی که در درس تفسیر از خودش کرده عالمتر نداشت، در درس حدیث از خودش کرده عالمتر نداشت، او کی رفت؟ او علمی که برفتن از او برداشته شد، کسی دیگر جای او را پر کرده بیتر؟ کسی دیگری است که حالی در مسند درسی از او بشنه، او درسی را که او گفته میتونست بگوی. وقتی که امثال شیخ سردار ولی رحمه الله، امثال اونا علما رفتن، باز مثل ماوری مردم های نادان و جاهل هم مجبور میشه که او بشینه به مردم یک چیزی بگه، مردم از اونا چی استفاده میکنن؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن که علم چگونه برداشته میشه؟ یقبض العلم بقبض العلماء. الله عز و جلال علما را میگیره، وقتی که هیچ عالمی نموند، باز مردم های نادان جهال به خود کلان میگیره، شیخ صاحب فلانی صاحب القابش، میبینی که یک موتر بار کنی، یک موتر پر میکره، القاب زیادی، میبینی هیچ علمیتی نیست. باز وقتی که پرسیده میشه اونا هم خلاص علم خو نیست، فتوا میتن از روی جهل و نادانیشان، خودشان هم گمراه میکنن، مردم هم گمراه میسازن. پس یکی از گفتیم از علائم قیامت مسئله چیست؟ که قتل و کشتار زیاد میشه، خون مسلمان به ارزش میشه در میان مردم، با وجودی که وقتی که به نصوص شریعت انسان سیل میکنه مینگره، بزرگترین گناه در اسلام بعد از شرک و قتل است، بزرگترین گناه. در آیات متعددی سیکنین الله ذو الجلال می فرماید والذین لا يدعون مع الله إلها آخر
ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. دروجة متصلي ازيكي در صفات مؤمنين بيان ميشه كي مؤمنين كساني هستن كي با الله كسي لا شريك قرار نميته. صفات ديگرش چيز ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. قاتلين نيستن مؤمن در صفاتش اينيس كي او قاتل باشه. ولا يزنون. بعد علما ميگن كي اني سه خصلت اي اصلا حتى در تمام انبياء كرام در شرائع تمام انبياء كرام سه خصلت بود اي را بيان ميكرد. نفی شرک، نفی قتل و کشتار و اینچین نفی زنا. بعد از شرک بزرگترین گناه الله عز و جل سعی کنن قتل میکنه. او را با یک جا ذکر میکنه. در قل تعالی و اتلو ما حرم ربکم علیکم الا تشرکو به شیئا. در آیات هم که میخونیم و در پایان آیات الله میفرما ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. نفسی را که الله ذوالجلال او را حرام گردانده، ریزاندن خونی از او را الله حرام گردانده، نکشین. از جهت الله ذوالجلال کسی که مرتکب قتل میشه باز بزرگترین وعیدات در حق از او بیان میکنه. و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه و اعد له عذابا عظيما. پنج چیز ذکر میکنه در حقش. سعی کنین چند چیز؟ پنج چیز. یکی از این را که برداشت کرده میتونه، چه جایی که باز هر پنج از این به سر یک شخص که مرتکب چنین جنایتی بزرگ شده جمع شود. کسی را که مؤمن را عمدن قتل میکنه الله ذوالجلال میفرماید که جزا و پاداش از این چیز جهنم است. خالد در اونجا به طور همیشگی میمانه. غضب الله هم بر بالای از اوست. لعنت الله هم بر بالای از اوست. و عذاب بزرگی را الله ذوالجلال برای از او آماده کرده. عذاب بزرگی را الله ذوالجلال برای او شخص آماده کرده. از جهت است که قتل گناهی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک حدیثی صحیح میفرماید. ابو دردا رضی الله عنه روایت میکنه، حدیث در ابو داود هم است، در بعضی کتاب های دیگه امام البانی رحمه الله حدیث صحیح گفته. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که کل ذنب عسى الله ان یغفره الا من مات مشرکا او مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. دو شخص ذکر کرد. هر گناه امکان داره که الله ذوالجلال ببخشه مگر دو شخص. یکی شخصی که شرک میاره به الله، یکی شخصی مشرک در حالت شرک میمره قبل از اینکه توبه کنه. دوم او مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. شخصی مؤمنی که یک انسان مؤمن مسلمان مؤمن عمدن قصدن به قتل میرسونه اینه الله نمیبخشه. از جهت رسول الله صلی الله علیه و سلم در خطبه حجۃ الوداع آخر در حجی که رسول الله صلی الله علیه و سلم حج کردن و را حجۃ الوداع گفتن، چون در روز خداحافظی کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم به امتشان، پرسیدن کدام روز است؟ صحابه کرام میگفتن که الله و رسولش خوبتر میدانن. میگفتن یوم النحر نیست؟ بله. کدام ماه است؟ میگفتن الله و رسول خوبتر میدانن. آیا ماه ذوالحجه نیست؟ بله. کدام شهر و کدام مثلا یعنی منطقه است؟ میگفتن الله و رسول. آیا مکه نیست؟ بله. باز گفتن که الا ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا. رسول الله صلی الله علیه و سلم در وقتی که مهمترین وصایایشان به امتشان تقدیم میکنه فکرتان باشه، با خبر خونتان مالتان بر یک دیگرتان حرام است. مثل چگونه؟ مثل که یوم النحر، چگونه حرمت یوم النحر الله ذوالجلال بیان داشته و مراعات میکنین؟ حرمت این ماه ذوالحجه چگونه مراعات میکنین؟ حرمت این شهر این مکه
به مشکل اجزار الله به سر شما حرام قرار داده و باز فرمودن که لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، خون یک مسلمان جز با امی سه جرمی که شریعت موجب قتل قرار داده به دیگه جرم خون مسلمان تو حلال دانسته نمیتونی. خون مسلمان حلال نیست که برزانی. و سه جرم چیز؟ گفتن که الثیب الزانی و النفس بالنفس و التارک لدینه المفارق للجمع. سه چیز. یکی زن یا زنی که شوهر دارست یا مردی که همسر داره باز مرتکب زنا میشه، اعتراف میکنه یا به سرش ثابت میشه، رجم میشه، کشته میشه. یا یکی یک کسی کسی را کشته قصاص میشه. یا یک شخصی مرتد شده از دینش برآمده کشته میشه. در غیر از او هیچ یکی کشته نمیشه. و باز اینا را هم شریعت تحدید کرده. اینطوری که مثلا هر کسی را اجازه داده باشه برو بکش، نه، ولی امر مسلمان ها یا نائبش کسی را روان میکنه که برو اینه حکم تنفیذ کن. دیگه کس نیست. حرمتی خون مسلمان به این شکل شریعت بیان میداره. نه که هر کسی بخیزه و هر به هر سخن ناحقی خون یک مسلمان بریزانه. رسول الله صلی الله علیه وسلم در حرمت خون یک مسلمان حتی در حدیث می فرماید که اگر تمام اهل آسمان و زمین هم در قتل ناحق یک مسلمان شریک شوه، الله کلگی از اینها را در آتش دوزخ می اندازه. شخصی مقتول پیدا شد در عصر عمر بن خطاب رضی الله عنه، گفتن قاتلین بگیرن، گفتن ده تا، گفتن اینا را قصه، گفت ده نفر است، گفت ده نفر کلگی اهل شهر اگر در قتل شریک می بود والله گفت کلگی شان ما قتل می رسند. چون رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن، گفتن لو ان اهل السماء و اهل الارض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. أهل السماء فر يك مسألة فرضيس أجر تخونا مشا، لكن بالفرز أجر شوى كي تمام أهل آسمان والزمين هم أجر در قتل يك مؤمن شركات كنن، الله ذو الجلال هم أنهارا دا آتش دو زخمي هندوزا. چون خون مسلمان خون عادي نيز. رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرما لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. كهمي الدنيا از بين برا زائل شوا، يعني ارزش همي الدنيا در مقابل يك شخص مسلمان چيزي نيست. اي آسان تر است، اي كم تر است از يكي يك مسلمان خونش ريزانده شوا، يك مسلمان خونش ريزانده شوا. یک مسلمان از چه جایی که یک عالم، چه جایی که یک کسی که زندگیش وقف دینی الله کرده، زندگیش وقف خدمت به کتاب الله کرده باشه، زندگیش وقف خدمت به سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم کرده باشه. در روایت دیگر رسول الله صلی الله علیه وسلم امی حدیث به این شکل بیان کردن، گفتن والذی نفسی بیده لقتل مؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا. گفتن قسم به او ذاتی که نفس ما به دست اوست که کشتن یک مسلمان نزد الله از زائل شدن تمام دنیا کردن بسیار کاری بزرگ است. یعنی یک شخص اگر بخواد کل دنیا را در هم و بر هم کنه که در او نفس های مسلمان ها در امن باشه، این پیش الله کمتر است از یکی که یک مسلمانه. کعبه را ویران کردنش پیش الله کمتر از ایست که خون یک مسلمان ریزانده شد. ارزش خون یک مسلمان به این شکل رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کردن. و باز بیای یک کسی بنامی از یکی گویا مسلمان است، دعوای مسلمان بودن هم داشته باشه، و باز بیایه به این شکل جرم و جنایتی دست دراز کنه که خون یک مسلمان به ناحق به شکل برسانه. این شخص اگر ایمان به الله داشته باشه، ایمان به روز آخرت داشته باشه، کلگی این نصوص شریعت، این آیات، این احادیث
ضمیر او را بیدار نمی‌سازد. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید اول ما یقضى بین الناس یوم القیامة فی الدماء، اولین چیزی که بین مردم در مظالم، طبعا در حقوق مردم فیصله صورت می‌گیرد، بین مردم در مسائل خون هاست، در مسئله خون ها. و شخص مقتول میآید استاد میشه، از گریبان قاتل قائم میگیره، نزد الله کش میکنه، میگه که ای ربی سل هذا فیما قتلنی، ای الله ازی پرسان کو که مرا به کدام جرم ای قتل کرده بود. وقتی که الله از پیشت پرسان کنه دست تو به خون یک مسلمان تر باشه، الله از پیشت پرسان کنه چی میگی؟ سعی کنین در مسئله شفاعت کبرا واقع را همیشه شنیدیم ما و شما، روزی بخاطر شفاعت کبرای رسول الله صلی الله علیه وسلم واقع را بارها در مسائل عقیدوی هم خواندیم. روزی محشر است، کلی به حالت سختی قرار دارن، حساب و کتاب شروع شد، پیش آدم علیه السلام میرن، پیش نوح میرن، پیش یک نبی، پیش دیگه نبی، هر کدامش عذر و معذرتی پیش میکنن، پیش موسی علیه السلام میرن، تو کلیم الله استی، تو شفاعت کو. موسی علیه السلام میگه که ما یک شخصی را کشتم که الله مرا نگفته بود که تو ایرا بکش، ما جرأت ندارم. میدانین موسی چه قسم یک شخص را کشته بود؟ او شخصی را کشته بود که کافر بود، کافر متجاوز بود، او تجاوز کرده بود در سری شخص دیگر، و موسی علیه السلام قصد کشتنش نداشت، صرف را یک فوا کزه و موسی یک تازد که او اعلا کنه مظلوم از دستی از او خطا بوده. سعی کنین هم کافر کشته و هم او کافر متجاوز و هم خطا کشته دیگه، به خاطر کشتن زده بود که جداش هم. حتی در اون روز موسی علیه السلام حسرت میکنه، میگه که یک شخصی را ما کشتیم که الله عزوجل هم مرا نگفته بود که توی را بکش. حالا تو انسانی که تو میایی یک مسلمانه دست دراز میکنی و او را از بین میبری، پیش الله چی جواب گفته نیستی؟ به اساس کدام فتوا، به اساس فتوای کدام جاهلی دیگری که از خودت کرده جاهلتر؟ سعی کنین یک واقعه دیگه. در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه کرام در یک سفر رفتن، در جریان این سفر یک تن از صحابه کرام بود، جای نشسته بود، خود یک سنگ خطا خورد به سرش، سرش زخمی شد، سرش زخمی شد و خون رفت و ای سر از ایره بستن و دیگه زخمی بود حالتش چینه. شب آمد، اینا که شب خواب شدن تقدیری که ای احتلام شد در خوابش، فرداش که خست گفت که ما خو احتلام شدیم، کدام رایی هست که یعنی اگه غسل نکنم چون ما خو آلی یعنی قسم زخم دارم؟ گفتن نه، وقتی که آب باشه خو باید غسل کنی، تیمم خو نمیشه، تیمم وقتی میشه که آب نباشه. ای غسل کرد و آب که در زخم و چیزایش رسیدی وفات کرد. نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم که رفتن واقعه را به رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کردن، رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتن که قتلوه قتلهم الله، الله اینا را از بین بره که او را از بین بردن، الله اینا را بکشه که او را کشتن اینا. اونا کشته بودن؟ نی، به اساس جهل و یعنی به اساس نادانی امو حکم که حکم نمی دانستن امو فتوا را دادن. رسول الله صلی الله علیه وسلم قهر شدن و خشم شدن و نسبت قتل و سوی اونا کردن که اینایی را کشتن. حالی تو به اساس فتوا، یک فتوایی که مبنی بر هیچ چیزی نیست، میخیز یک عالمه، یک انسان موحده، یک انسان مسلمانه، یک انسانی که عمرش در راه الله وقف کرده، تو ظالم میای دست غدر و خیانت تو به سوی از او دراز میشه و او را تو به شهادت میرسانی و ای امت مسلمه را
قدر مسلمان ها را، این قدر علما را و اطفال خرد و نازنین از او را به این شکل در ماتم غم می نشانه. جوان الله علم، من پرسیدم در عمری 35 ساله یا در امی حدود بودم، دو طفلک داره، یک محمد 4 ساله یا 5 ساله است و از او کلانتر یک دخترک داشته 7 ساله، شاید حدود 9 ساله 10 ساله است. خلاص منبرشه، شاگردایشه، مدرسهشه، یتیم سختی به اساس کدام فتوا؟ پیش الله چی گفته نیستی تو؟ باز به این شکل، به این وحشت که او را گرفته، او را کشته، باز سری او را بریده، یک انسان مسلمان ها کشتنش جرم، آزار و اذیتش جرم. در اسلام خو رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی در حق مرده مسلمان، حتی وقتی که بمره بعد از وفاتشم، رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید که این کسر عظم المؤمن میتا ککسره حیا، یعنی استخوان مسلمان حتی بعد از مردنش اگر یک کسی بگیره او را بشکنه و چی کنه، این هم در حق از او بی حرمتی و بی ادبی است، با وجودی که خود مرده وفات کرده. چه جایی که یک شخص زنده چی که به زندگی از او امت ها زنده بود، چون مرگ یک عالم، خود مرگ عالم است، تو را گرفتی به این شکل وحشیانه به شهادت رسنده. الله ذوالجلال تمام نعمت، از تمام نعمت هایش تو قاتل محروم بسازه. الله ذوالجلال هر کسی که در این قتل دست داشت، مشوره داد، راضی بود، الله ذوالجلال در دنیا قبل از آخرت، در دنیا الله ذوالجلال به عذاب خود اینه مبتلا کنه. الله ذوالجلال از خواب، از تمام لذت های دنیا الله او را محروم بسازه. به همون شکلی که اطفالای شیخ یتیم ساخت، الله ذوالجلال اگر اولاد دار است اولادای یتیم بسازه، اگر بی اولاد است و می شکل پدر و مادر و خیش قومش در غمی از او ترک کنه. تمام کسایی که در مشاورت او شریک است، الله ذوالجلال هر چی زودتر عاجلتر انتقامش از این ظالم ها از اینا بگیره. اگر از شیخ سردار ولی رحمه الله است، از شیخ عبدالقدوس است، از شیخ متوکل رحمه الله است که به او شکل فجیحانه که او را به شهادت رسانده بودن، یا استاد مبشر رحمه الله است، یا دیگر مشایخ زیادی که در هر گوشه و کنار، بسیار زیاد مشایخ زیاد، شیخ عبدالغفور غفور مدنی رحمه الله، شیخ رحمت شاه رحمه الله، نامهای اکثرشون آل فعلا در ذهنم نیست، هر کسی که است، الله ذوالجلال انتقام این مظلومین از پیش ظالمین، از پیش قاتلینشان بگیره. و الله ذوالجلال خون از اینها را سبب رشد دعوت کتاب و سنت، سبب بیداری امت اسلامی و سبب بیداری مردم مظلوم، ملت مظلوم افغانستان ما بگردانه، سبب ازی بگردانه که مردم با قرآن آشنا شد. هم مقام شیخ متوکل یا شیخ سردار ولی یا دیگرا چی بود؟ به خاطر چی کشته شدن؟ به خاطر چی رنج و تکلیف میدن؟ صرف به خاطر ازی که چگونه شد که مردم از کتاب الله آگاه شد، مردم با کتاب الله آشنا شد، مردم از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم آگاه شد. آیا جزاب پاداش از اونایی بود که باید اونها اکرام می شدن و سر از اونها تاج گذاشته می شد، یا ای که به این شکل اینها به شهادت رسانده شد؟ ولی سنت الهی امیز، سنت الهی امیز در دنیا انبیاء کرام که نزدیکترین مخلوقات نزد الله ذوالجلال است به شهادت رسیدن، و این صفت یهود بود، و این صفت یهود در تعدادی از کسایی که دعوا از مسلمانی داره در اونها هم این صفت است. الله ذوالجلال می فرما ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق
ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. کسانی که به آیات الله ذو الجلال کفر ورزیدن، اینها خو انبیاء کرام قتل میکردن. در بنی اسرائیل در یک روز 70 نبی را به قتل میرساندن. در او وقت خو انبیاء کرام در او وقت ایتو نبود، رسول الله صلی الله علیه وسلم پیامبر ما و شما خو پیامبر آخر زمان، به همه این سجن فرستاده شده. ولی در او وقتی بود که در هر منطقه در هر جا پیامبر مستقلی بود، مثل که در امت ما و شما علماست، در هر منطقه علماست که به مردم دین میرسانه. در وقت به همین شکل بود، در یک روز 70 پیامبر به قتل میرساندن، 70 پیامبر. و امروز این اولادهای آنها، کسانی که با او یهود مشابهت دارن، علما را، علمای حق پرسته، کسانی که مردم با کتاب الله، با احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم آشنا میسازن، اونها را به قتل میرسانن و به نقش قدم یهود قدم میگذارن. الله عزیز و ذو انتقام، انتقام مظلومین از پیش اونها بگیرن. الله ذو الجلال ای درد و رنج و غمی که به علما، به مشایخ، به دوستا، به دیگه مسلمان هایی که دوستدارای اینها بود، به اونها رسیده در رفتن از اینها، الله خودش ایره جبیره کنه و اجر و پاداش همه اینها را نصیب کنه و زحمات و تکالیفی را که در این راه کشیده بودن، الله ذوالجلال او زحمات و تکالیفشان خودش به درگاه خود قبول کنه. الله ذوالجلال ذات غیرتی است. الله ذوالجلال ذات غیرتی است. و کسی که مظلومانه به قتل میرسه، الله ذوالجلال میفرما انه کان منصورا، او مورد نصرت قرار میگیره در دنیا و در آخرت. در آخرت خود مورد نصرت قرار گرفتن چیزی که الله ذوالجلال حق او مظلوم از پیش او ظالم میگیره، در دنیا هم انشاءالله مورد نصرت قرار میگیره. این مشایخ علمایی که رفتن مورد نصرت قرار گرفتنشان است که انشاءالله دعوتی از اینها زنده است، انشاءالله دعوت اینها ثمره و نتیجه دعوتی از اینها از این بعد بیشتر میشه. او دعوتی را که اینها آغاز کرده بودن و به خاطر او دعوت سعی و تلاش میکردن، الله ذوالجلال کسانی را انشاءالله پیدا میکنه که او دعوت و پیش ببرن و بعد از رفتنشان هم او تقریرها، او درسها، او بیانات، او نوشته هایی که از اونها است، انشاءالله الله ذوالجلال او را به سمع مردم میرسانه و باعث هدایت مردم میگرده. الله ذوالجلال شهادت همه او علما و دعوتگران راه حقی که به خاطر رساندن دین الله در راه الله شهید شدن، الله ذوالجلال از جمله شهدا حسابشان کنه، شهادتشان الله قبول کنه و ما و شما را در راه دین و در راه حق ثابت قدم نگه بداره. توفیق فهم درست کتاب الله و احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم و توفیق عمل به او و رساندن او را به امت مسلمه نصیب ما و شما بگردانه. هذا والله اعلم، و صلی الله وسلم على نبینا محمد و على آله و صحبه اجمعین.